ایالات متحده و ایران به ندرت روی موضوعات با هم موافقند، اما اکنون که مقامات کمیته بین‌المللی المپیک از حذف ورزش پهلوانی در بازی‌های المپیک ابراز نظر کردند، مقامات ورزشی هر دو کشور برای حفظ و نگهداشت این ورزش در بازی‌های المپیک مبارزه می‌کنند. گزارش جف سالدن خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم می‌شنوید. مسابقات قهرمانی جهانی پهلوانی در شهر تهران ورزشکاران امریکایی را به مصاف ایرانی ها قرار داد، اما این مسابقه بسا بیشتر از یک پیروزی برای امریکایی‌ها و ایرانی‌ها می‌باشد. این مسابقه برای ورزشکاران و مربیان آنان آغاز یک مبارزه مشترک است. می‌خواهم شما را به تاریخ 16 ماه می به شهر نیویورک دعوت کنم. محمد علی آبادی که عضو کمیته ملی المپیک ایران است، از این دعوت ابراز خرسندی کرده، می‌گوید بسیار علاقه‌مند است تا از شهر نیویورک بازدید کند. آیا دلیل دعوت پهلوانان آمریکایی به ایران تبارز دادن وحدت و همبستگی با ایران است؟ اعلامیه ماه فوریه کمیته بین المللی المپیک هاکی است که آن کمیته برنامه دارد تا ورزش پهلوانی را از بازی‌های المپیک تابستانی سال 2020 حذف نماید. این تصمیم با نارضایتی و ناامیدی هواخواهان ورزش پهلوانی در ایران و مقامات این عرصه ورزشی در ایالات متحده روبرو شد. از لحاظ سیاسی با ایران و روسیه در یک خط و سیر قرار نداریم، اما در پهلوانی هیچ جای شکی وجود ندارد که ما هم در یک مسیر روان بوده و یک جا تلاش میکنیم. ایران را یکی از متحدین قوی من در عرصه ورزش پهلوانی میپنداریم. در حال حاضر مقامات ورزشی پهلوانی ایران و ایالات متحده خوشبینند که این شراکت میتواند جایگاه ورزش پهلوانی را در بازی‌های المپیک حفظ نماید. پهلوانی با 7 ورزش دیگر در رقابت قرار دارد تا بتواند حیات و تداوم خود را من حیث یک ورزش المپیایی در بازی‌های المپیک 2020 حفظ کند. ما از اعتماد به نفس قوی برخوردار هستیم که می توانیم با فدراسیون پهلوانی ایران، پهلوانان آن کشور و واقعا مردم ایران کار کرده و به جهان نشان دهیم که بدون در نظر داشت مسائل سیاسی که میان این دو کشور اتفاق می افتد، ما پهلوانان آمریکایی و ایرانی در خصوص ورزش پهلوانی از یک هدف، باور و هیجان برخوردار هستیم. ایران و ایالات متحده یک جا با هم تشریک مساعی به خرج می دهند تا بتوانند جایگاه آن ورزشی را که دوست داشته و با آن عشق می ورزند در بازی های المپیک سال 2020 حفظ نموده و آن را باز کنند. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. بورد کرکت امروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد تغییر کپتان تیم کرکت افغانستان و موضوعات بیشتر دیگر معلوماتی را ارائه کرد که تفصیل آن را فیضی ساپای خبرنگار تلویزیون می‌شنویم که از استودیوی کابل با ما هستند. آقای ساپای، با سلام به شما، بفرمایید که دیگر روی چه موضوعاتی در این کنفرانس بحث صورت گرفت؟ بر اساس معلومات بورد کرکت افغانستان، قرار است تیم افغانستان فردا عازم امارات شود، جایی که با تیم اسکاتلند مسابقات انترکانتیننتال را در ماه مارچ آغاز میکنه. برای این منظور بورد کرکت افغانستان امروز نبی ایساخل را به حیث کپتان جدید این تیم ملی انتخاب کرد و قرار است با ورزشکاران جدید که نیز با این تیم یکجا شدند به امارات خواهند رفت. بورد کرکت افغانستان نیز لباس ملی تیم خود را تغییر داد که میگن در گذشته لباس قبلی خوب نبوده و این لباس بسیار خوب به تیم ملی خواهد بود. در ضمن گفته می شود که کپتان قبلی در این اواخر دستاورد خوبی نداشت، اما کپتان جدید میگه که با ورزشکاران جدید کوشش میکنه که دستاورد خوبی داشته باشند. در زمینه چنین گفت: مسئولیت بزرگ کپتانی را به من سپردند. انشالله مسابقات راهیابی 20 اوور و 50 اوور کپ جهانی که برای ما بسیار مهم است، انشالله کوشش خواهیم کرد که تمامی تیم ما مسابقات خوبی را انجام دهند و انشالله من نیز کوشش میکنم.